به نام خدا. بانک کمیسیون تا حال لیست ابتدایی نامزدان 22 ولایت کشور را اعلام کرده، ولی هنوز هم نگرانی درباره کندی در این روند و روشن نشدن لیست نامزدان شوراهای ولسوالی ها وجود دارد. در غرب کشور هم دفتر صاحبی کمیسیون انتخابات هرات از مداخله های برخی از زورمندان در کار این نهاد خبر می دهد. با این هم چگونگی تصمیم گیری ها در کمیسیون، هماهنگی نهاد با کمیسیون شکایت انتخاباتی، روند رسیدگی به شکایت نامزدان که در لیست ابتدایی نام هایشان حذف شده است و چگونگی هماهنگ بودن کمیسیون با تقسیم اوقات زمانی که این نهاد برای برگزاری انتخابات تعیین کرده است، موضوعاتی است که هم سوالات را در نزد شهروندان ایجاد کرده است. همچنان دیروز یگانه نامزد احتمالی سکه‌های کشور در حمله انتحاری در جلال آباد جان باخت. در این زمینه تصمیم کمیسیون چی خواهد بود؟ سلام به شما، من مسعود ملک هستم با برنامه انتخابات 97 امشب از طلوع نیوز. آنچنان که در آغاز گفتم، مشکلات هنوز هم در کار کمیسیون وجود داره و نگرانی ها همچنان شکل گرفته. بحث نخست موضوع روشن نشدن لیست نامزدان شوراهای ولسوالی ها است و همچنان موضوعات دیگر بحث هماهنگی ها میان کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات است. با این همه همواره روزنامه ها و رسانه ها و همچنان مردم این روند را دنبال میکنه و در این بخش هم همکارم فواد اکبرزایی در استودیو آمده و مرور داره در مورد ارزیابی روزنامه ها در مورد روند انتخابات. فواد سلام، تاسو نو چی است؟ دیره من مسعود، تاسو سلام ټول لیدونکو ته، تاسو سلام شما خام بخیر. بلابل مطالب خبره شوې دي د ورسپانو په اړه، د انتخابات په اړه په ورسپانو کې یو پیوی لیدونکو سره شریکوم. د سرخط ورسپانو په خپل د ننۍ غاڼه کې لیکلي چې د شکایت کمیسون پر ارګ تور پورې کړ. د شکایت کمیسون وایي د ولایتي کمشنران واغه نوملړ چې جمهوری ریاست ته لیږل شوی تر اوسه د ولسمشر لوري نه دی منظور شوی. دا کمیسیون وایي دې کار په ټاکنیزو شکایتونو ته رسېدل او د هغه ثبت چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون یوه نیمه میاشت وړاندې دغو 102 کسانو نومونه چې د ازادي سیاله لاری د یاد کمیسیون د ولایتي کمشنرانو به ستونو ته یې لار موندلې وه جمهوري ریاست ته لیږلي، خو تر اوسه د ولسمشر له لورې نه دي منظور شوي. سرخط ورځپاڼې په خپله دې مطلب کې اضافه کړې ده چې د پر ارګ یعنی د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی پر ارګ سخته نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې که ولسمشر په دیموکراتیک نظام باور لري، باید د دوی چارې منظمې کړي. همداراز د ارمان ملي ورځپاڼې هم په خپله نننۍ ګڼه کې د ټاکنو په اړه مطلب خپور کړی دی او د سرخط ورځپاڼې مطلب ته ورته مطلب لیکلی دی چې حکومت به دنبال اعمال نفوذ بر کمیسیون شکایات انتخاباتی است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی کشور مودی است که حکومت به دنبال اعمال نفوذ بر این کمیسیون است و از این رو معرفی کمیشنران ولایتی کمیسیون را به تاخیر انداخته است. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ریاست جمهوری را به تلاش برای اعمال نفوذ در امور این کمیسیون متهم کرد. د ارمان ملی و ورځپاڼې مطلب و چې په خپله نننۍ ګڼه کې د ټاکنو په اړه خپور کړ. همداشان بله ورځپاڼه د ویسا خپلواکه ملي ورځپاڼه ده چې ورته مطلب یې خپور کړه. تقریبا کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که ارگ کارهای کمیسیون شکایت را با مشکل روبرو کرده است. د ویسا ورځپاڼې مطلب و چې خپل نننۍ ګڼه کې د ټاکنو په اړه خپور کړی او تقریبا د ورځپاڼو مطالب سره ورته دي. خو د شهادت ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې 92 تن نامزدی ولسی جرګه از 7 ولایت از لیست ابتدایی حذف شد. کمیسیون مستقل انتخابات تا ظهر روز شنبه اسناد نامزدان ولسی جرگه 7 ولایت را بررسی و فهرست ابتدایی را نشر کرد. بر بنیاد معلومات این کمیسیون در مجموع این 7 ولایت 92 تن به شمول خانماز فهرست ابتدایی حذف شدند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون گفته است که اسناد نامزدان ولایات کابل، بامیان، اروزگان، نیمروز، نورستان، خوست و کنر بررسی شده است. در نود شنبه ورځ پورې معلوماتو چی؟
د شنبې ورځې تر مازیګره پرون بیا نورو ولایتونو ابتدایي لیستونه هم خپاره شو. البته ولسي جرګې ته د نوماندانو او تر دغې شېبې چې غږېږو په ټول افغانستان کې د 22 ولایتونو نه ولسي جرګې ته د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. پر دې سربېره تاسو کولی شئ درنو لیدونکو د تلو نیوز ویب سایټ ته هم لاړ شئ، هلته د ټاکنو په اړه وروستي خبرونه او رپورټونه شته دی. په پښتو، دري او انګلیسي ژبو یې تاسې کولی شئ مطالب ولولئ. همداشان زموږ ټولې خپرونې، ټاکنې خپرونه، همداشان انتخابات 97 دري خپرونه هم هلته تاسې لیدلی شئ. اوس چې تاسې د تلو نیوز ویب سایټ وینئ، بېلابېل مطالب پکې شته دی. د برگزاری خدن و نور و سیاسی بخش خبر ندی، خود انتخابات پارم زنگری بخش بکشته ده. انتخابات 97 کنم تاسی که اولا شای سر ورطه کاره که اول تا طول ورستی خبرونه او ریپورتونه ده تاکنو پاره شته ده. ده اوزوی تاکنو پاره چه ده غزنی ولایت که شویدی د ټاکنو کمیسیون لخوا هلته غبرګونونه خول شویدی پر اساسي قانون د څار کمیسیون ویلی دی چې دا کار غیر قانونی دی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون غبرګون بیا دا دی چې کمیسیون په دې برخه کې پوره صلاحیت لري، خپلواک دی او لاس خلاص دی چې کولی شي په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. او وروستۍ پرېکړه د غزني ټاکنو په اړه دا کړله چې د غزني ولایت ټاکنې به په دریو حوزو کې وشي. همداشان نور مطالب هم شته دی. معترضان هلمندي دفتر ولایتي کمیسیون انتخابات را در این ولایت بستند. انتقاد کمیسیون شکایتهای انتخاباتی از تاخیر در اعلام فهرست نامزدان. دلته وروستي خبرونه تاسو کولی شئ ولولئ په دري، پښتو او انګلیسي ژبو دي. زموږ همکاران هڅه کوي چې که در وبسایت خودم هم دیدیم او است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اعلامی صادر کرده یا به نشر رسانده دیده شده که در مورد حوزوی شدن انتخابات در غزنی نگرانی خود نشان داده و گفته که کار خلاف قانون و نقض قانون اساسی است. اما این طرف که کمیسیون صحبت میکنه و اگر کمیسیون با توجه به بحث استقلالیت خود را مطرح میسازن و میگه که برای برگزاری انتخابات نیاز است که تصمیم گرفته میشد و در نهایت باید غزنی حوزوی میشد، اما به مشکلات هنوز وجود داره و چند بحث را که در روزنامه هم خودت خواندی و انوارم رایش آگاهان هم روش تاکید میکنن موضوعات دیگه است که وجود داره. مثلا اگر یک بحث سابقه که تا حال یک چالش در برابر انتخابات خوانده میشه موضوع امنیتی است و همچنان موضوعات تازه که شکل گرفته هماهنگی میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی است. این که دیده شده که چگونه این دو نهاد میتونن رسیدگی بکنن به اطلاعات با هم دیگه هم شریک بسازن. او لخبرغه په ننې خبرونه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون منشی او ویاند سید حفیظ الله شمیش صاحب مشتد چې وروسته به تاسې ورسره دا ټول مطالب شریک کړئ. اوس به لاړ شو کندوز ته. په کندوز کې سیمه ییز خبریال اجمل کاکړ سټوډیو ته وصل شوی دی. له بده مرغه ګمان کوم چې اړیکه یې پرې شوې. زموږ همکاران بیا هم هڅه کوي چې کاکړ صاحب سټوډیو ته وصل کړي او د کندوز پر حال خبرې وکړو چې کندوز کې تازه شمیرې څه دي، ټاکنو ته د نوملیکنې یا کسان ټاکنو ته نوملیکنه کړې او وروستي رپورټونه له هغه ځای ده چې له 500 سلنه زیات مرکزونه هلته تړلي دي بېلابېلو لاملونو کبله، او نامنه یې اصلي لامل یاد شوی ده چې د نامنه له کبله په کندوز کې مرکزونه تړلي دي. تازه حال به وپوښتو له کاکړ صاحب نه که زموږ همکاران هڅه وکړي او وشي کړي سټوډیو ته وصل کړي. بله، چالش بزرگ همین بحث امنیتش بود که خودت گفتی، ولی موضوعی که بعدا در کندوز تاده میشه یک موضوع خوب بخانه میشی بوده که زمان که روند ثبت نام نامزدا شروع شد بسیاری از نامزدا کمک کردن تا ارقام بلند بره، یعنی مردم را تشویق کردن که برن ثبت نام بکنن و یا هم در تذکرای خود برچسب بزنن تا اینکه بتونن فردا رأی داده بتونن. ولی موضوع زنها در کندوز و هم در شورای ولسوالی ها یک چالش بوده و در بخش دیگه ولسوالی های در کندوز هنوز مثلا زیر داره مخالفین است یا با تهدید بسیار جدی امنیتی رو برو است، در حالی که کمیسیون به وزارت میگه که دیگر روند ثبت نام، یعنی تمدید ثبت نام منظورم از کسان کرای میتن تمدید نخواهد شد. حالا یک سوالی میتونه باشه که مثلا در مناطقی که در این مدت حوزه انتخاباتی باز مراکز انتخاباتی باز نبود، ثبت نام نشد و مردم نتونستن خود را ثبت نام بکنن، کمیسیون با این چالش ها چی خواهد بکنه؟ اینا موضوعات اساسی است.
بله یا بل ټکه مسعود زغالم یادونه وکم چې د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو په اړه اندېښنې ډېرې زیاتې دي. یعنی په د کمیسیون د نوملړ له مخې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له نوماندانو ابتدایي لیست سره یو ځای د ولسوالۍ او شوراګانو ابتدایي لیست هم باید خپور کړی وی. خو نه یوازې ده چې دا لیست خپور نه شو، له دې سره په یوه وخت کې په ولایتونو کې د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د نوماندۍ یا داس د نوماند کېدو نوملیکنه هم روانه ده د نوماندانو. اندېښنې له خلکو سره دا دي، له ناظر بنسټونو سره دا دي چې د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې باید جدي ونیول شي او کمیسیون یو ډول توجه ورته ولري، هم د ولسي جرګې ټاکنو لپاره هم د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو لپاره. اندېښنې له خلکو سره دا دي چې ګواکې د سږ کال ولسي جرګې ټاکنو سره به د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنې اصلا ونه شي، ځکه هلته نوملړ ته چې کتل کېږي هغه د کمیسیون د پړاوونو لپاره تاریخونو ته چې کتل کېږي د لړۍ تقریبا پس پاتې ده. خب یک نگرانی یعنی فوادی که به کمیسیون امو تقسیم اوقات را ساخته و بر اساسش باید انتخابات را مورد پیش بره تا اینکه در 28 میزان شاید برگزاری انتخابات باشیم. مهم همی است که تاخیرهایی که صورت میگیره، مثلا در هفتم سرطان باید لیست ابتدایی کسایی که خود را نامزد ولسی جرگا و شورای ولایتی ساخته بود نشر میشد که در این زمینه کمیسیون تاخیر داشت و با چند روز تاخیر این فهرست ابتدایی را به نشر رساند. حالا مهم همی است که این تاخیرهایی که صورت میگیره واقعا روی تاریخ برگزاری انتخابات میتونه تاثیر گذار باشه یا نباشه. اما چالش هست، مشکل است و کمیسیون در این زمینه باید پاسخ بده و من امشب تلاش خواد کردم تا در این زمینه پاسخ دریافت بکنم. ای که کمیسیون با توجه به ای که عقب مانده در بسیاری موارد از تقسیم اوقات را که ساخته، پیامد این کار چی خواد باشه و چی تدابیر داره کمیسیون؟ او اگه چې مخکې مطالعه در کړم مسعود د کندوز خبره چې هلته د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د ښځینه نوماندانو کمښت، یعنی د ټاکنو د قانون پر اساس باید په هرې ولسوالۍ کې 25% ښځینه نوماندانې وي او استازي وي، مثلا له 15 استازو نه دوی باید ښځې وي، مثلا که یوې ولسوالۍ لپاره وي درې باید نارینه وي. نو دا هم یوه ننګونه خپل ځای پاتې د کمیسیون پر وړاندې چې دوی به څه کوي. قانون کې دا ورته ویل شوي دي چې د ولایتونو د ښځو چارو د ریاستونو دا شان هغه بنسټونه چې د ښځو په برخه کې کار کوي باید وهڅول شي، تشویق شي چې یک کس را باید معرفي بکنن و در این زمینه کار بکنن. اما در این زمینه هم نیازی است که کمیسیون از قبل باید تحلیل داشته باشه که در کجا ضرورت میشه که این زنا انتخاب شون توسط نهادهای محلی. و فواد تشکری و سپاسگزاری میکنم که تا اینجا با ما بودی. بیندو عزیز ادامه برنامه ما هم تا لحظات بعد ببینید. بیندو عزیز، آنچنان که در آغاز بحث گفتم، آقای سید حفیظ‌الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات در استیو با ماست. آقای هاشمی سلام بر شما، سپاسگزاری میکنم از حضور شما در طلوع نیوز. آقای هاشمی در آغاز ما میخواهیم که در مورد اعلام فهرست ابتدایی 22 ولایت بگوین که تا فعلا چگونه این روند به پیش رفته و ولایت های دیگر چه زمان اعلام خواهد شد. بسیار تشکر. سلام به شما و به همه بینندگان محترم تلویزیون شما. 22 ولایت قسمی که شما قبلا هم اعلان کردین اعلان شد رسما با وبسایت کمیسیون و قرار است امشب هم ولایت هایی که باقی مانده ای را هم اعلان بکنیم. تا اکنون پروسه پیش میره، ولی یک منطق باید باشه که این لیست ابتدایی است. اندازه کمیسیون انتخابات به گونه بسیار خوب جدی و اساسی اسناد نامزدها را بررسی میکنه و به لیست ابتدایی میرسه. ببینید مراحلی که گذشت واقعا چیزی پوشیده نبود. رسانه ها و مطبوعات روز پنجشنبه و جمعه همراه ما بودن و در حضور ازش نهادهای مدنی بود، ناظر بر انتخابات بود، جامعه جهانی بود حضور داشتن که ما یک نمونه سامپل مثل یک سامپل گیری را عملا به مردم نشان دادیم. در دو مرحله بود، یکی هارد کاپیشان بود که چیزی اسنادی که ما خواسته بودیم مطابق قانون انتخابات و طرز عملی که کمیسیون پاس کرده بود و هم چهار چوکاتی که جور کرده بود مطابق از او چک شد که اسنادی که باید در جمعه بود، مثال تذکیره بود، تذکیره تابعیت بود که استیکر باید می داشت، یک از لیست حامی بود، اسلامای صحتشان، اسلام رفع مسئولیت جناییشان، همچنان اون پولی که باید تا
تاویل میکرد که به نام خودشان باید تاویل میکرد 3000 افغانی اونو بود و حداقل سنشان باید از 25 کم نمی بود و مکمل هم فرم های 1 و 2 و 3 که در وبسایت هم نشر شده بود اونا را باید تکمیل بود و 2 هم میگذاشت. این مرحله هاردش بود و مسئله سافتش که با یک سیستم بسیار چی بالا از وسایل الکترونیکی بالا استفاده شده بود که دو مثلا جلوگیری تکرار با مردم که تا 35% ما انعطاف ندادیم به خاطر کم بوده مردمی که ثبت نام کرده بود تا 35% انعطاف پذیری بود و همچنان تکرار در داخل مثال نام یک نفر 2-3-4 بار در لیست خود آورده بودند، همچنان یا بیرون از حوزه خود مثال خود در کابل کاندید کرده بود ولی اوراق چون آورده بود از یک ولایت دیگه اینا همشان چک شد و اساس کد چک شد که هیچ کس نمیفهمید که در این سیستم کی است و نام کی میبره، بلکه امو کد کمیسیون میدید نام کد با نمی بود و ای انداختم شد در سیستم بالاخره میبرامد که کی امی چیزا را شرایط را تکمیل کرد و کسی نکرد. یعنی این سیستم را کمیسیون داره که شفافیت را تنظیم بکنه؟ دقیقاً شما میتونین که یک نماینده تون رو بفرستین یک دفعه عملاً او رو ببینم، ما اگرچه روز جمعه عملاً همون سیستم رو به نمایش هم گذاشتیم و در حضور داشت رسانه ها که ببینه که این سیستم چقدر شفاف است و چقدر غلطی ها رو قبول کردن هم میتونه. موضوعی است که در مورد این سیستم که صحبت میکنین مثلا تذکرهای تکراری شما گفتین در بارش، ولی امین 60 تا چگونه قایش می شما تفکیک میتین که در لیست 1000 حامی را که یک نامزد بر شما میاره امین 60 تا کسای را که نامشون نوشته کرده چطور مینار شما تثبیت تفکیک میبینید؟ با توجه به زیقی وقتی که ما داشتیم و چون بسیار وقت کم بود این بسیار مشکل بود که انگشتا رو ما چک بکنیم، ولی ما گفته بودیم که 1000 حامی داشته باشه، 35% تکرار، 35% با دیگرات تکرار و 10% هم در داخل خودش و 10% هم از حوزه بیرون، این ما قبول کردیم. ولی 60 فقط ما دیدیم که 60 ماندگی است ولی امضا و دیگه چیزا رو ما قبول نکردیم. خب بیم در مورد لیست نامزدان شورای ولسوالی ها کار به کجا رسید؟ چرا این لیست اعلام نشده؟ چون تراکم تعدد کاندیدا برای اول بار بسیار زیاد بود، شورای ولسوالی قبلا انتخابات صورت نگرفته بود، تراکم وظایف سر کمیسیون به حد زیاد آمد که کمیسیون بسیار برش مشکل بود که همزمان با ولسی جرگ یک جای بکنه. امشب ما از ولسی جرگ خلاص میشیم، فردا بخیر سر ولسوالی ها شروع میشه، ولی همزمان وقتی که ما این کار میکردیم ارزیابی اسناد زیر صلاحیت ها به دفاتر ولایتی ما داده شده بود که همین اسناد را اوجا ارزیابی کنه، بالاخره نتیجه آخریش که فیصله کمیسیون است تایید و ایراد کمیسیون است او را به ما بفرستن بسیار زود او را اعلان میکنیم. با توجه به تأخیری که نسبت به اون تقسیم اوقات کمیسیون داشته شما چی زمان لیست شورای ولسوالی ها را اعلام خواهد کردید؟ بازو دارین فرصت. چه وقت؟ در جریان یک روز درست و نامزدان ولسی جرگه تمام خواهد شد؟ انشالله او امشب تمام میشه. موضوع دیگه چگونگی تصمیم گیری ها در کمیسیون است آقای هاشمی، در این زمینه بیشتر شما بگوین تا چی حد کمیشنران کمیسیون انتخابات روی موضوعات انتخاباتی یک تصمیم واحد میگیره؟ آقای ملک قسمی که خودت میفهمی کار کمیسیونو امو کمیسیونی در هر جایی باشه امی طبیعت کاریش فطریش هم رقم است که باید اختلاف ها باشه. ما میپذیریم که ما سر بعضی مسائل دیدگاه های مختلف داریم ولی قانون را میگه وقتی که اختلاف پیدا میشه با اکثریت آرا فیصله میکنه. این سبب نمیشه که کار انتخابات به عقب بفته، بلکه اگر یک نفر مخالف است و یک دید مختلف داره، اختلاف دیدگاه، اختلاف نظریات یک چیزی معمول است، در یک خانه و در یک فامیل هم صورت میگیره، در یک صنف هم صورت میگیره و در کمیسیون ما هم است، ولی هیچ گاهی او سبب نشده که انتخابات صدمه برسانه و فیصله ها و چی را به تعویق بندازه. آقای هاشمی تاثیرین تصمیم گرفته شده فرستادن بیش از 90 کتاب، یعنی کتابی که استکر به 60 به ولایت ننگرهار است، این تصمیم چگونه گرفته شده در کمیسیون؟ ببینید ما پلان عملیاتی که کمیسیون رو به اکثریت را تصویب کرد، در پلان عملیاتی این مسائل همش واضح هست، صلاحیت ها واضح هست که رئیس عملیاتی ما چقدر صلاحیت داره، رئیس های دفاتر ولایتی ما چقدر صلاحیت داره و کمیسیون باید کدام کارا بکنه. این یک مسئله. مسئله ننگرهار که شما مطرح کردین پیشنهاد رسمی می
تای مرایل میشه در دارلنشا و به خاطر از اینکه تایید کمیسیون اگر بگیره در حقیقت او اصلا به تایید کمیسیون هم نیاز نداشت چون در پلان عملیاتی رو ما تصویب کرده بودیم ولی بازم به خاطر دقت بیشتر و خاطر که حق مردم در ننگرهار ضایع نشه این پیشنهاد آورده شد و 4-5 نفر از کمیشنر صاحب موجود بودن بالاخره تایید کردن که باید ولی همش در مورد این تصمیم منابع میگن که تا تعداد از کمیشنرها با خود رئیس به مخالفت بوده و مخالف فرستادن این بیش از 90 کتاب به ولایت ننگرهار بوده فراموش نکنیم که چند روزم به ختم مرحله سوم ثبت نام مونده یک مسئله که اگر یک نفر ما حضور ندارند و غایب هستند و در یک سفر هستند در کابل حضور ندارند در کمیسیون حضور ندارند بسیار سخت است که کارهای انتخابات معطل قرار بدیم چون خود شما یاد کردین که وقتی بسیار زیق بود ما مجبور بودیم که یک فیصله آنی بکنیم و مردم از حقشان با مردمی که میخواهند رای بدهند او یک ولایت ناامن که واسه که تشویقشان بکنیم کمکشان بکنیم اما به خاطر شفافیتش ما براتون تضمین میکنیم که یک استیکر هم ضایع نمیشه اما مهمی است که با بیش از 1.5 میلیون نفوذ که ولایت ننگرهار داره آقای هاشمی و تا فعلا هم 687139 نفر ثبت نام کرده خود را در این ولایت و چند روز محدود هم باقی مانده که روند سوم ثبت نام ختم شود این بیش از 90 کتاب استیکر چی میشه در ننگرهار ببینید با توجه به نفوذی که شما یاد کردین و نفوذی که خود ثبت نام کرده فکر میکنم این نیاز بیشتر داره که ما باید میفرستیم ولی بعد از یک ارزیابی که بخش عملیات صحیحی ما کرد همون نیاز بر ما ارائه کرد که اینم که نیاز دیگه داره و دینامی روز تا اینم روز خلاص شده میتونه ما با اساس این ارزیابی دقیقی که از طرف عملیات صحیحی مسئولیت گرفت اجرا ولی نظارت از این روند چگونه است حالا وقتی که هر کتاب 600 استیکر داره آقای هاشمی و بیش از 90 کتاب هم فرستاده میشه خوی اگر قوم بسیار بالاست از این روند چگونه کمیسیون نظارت میکنه ببینید اعتراف نیست که همش به یک مرکز رفته میشه حالا ببینید ننگرهار چند ولسوالی داره چقدر مراکز داره و این 90 کتاب به کجا به 90 مرکز میرسه بلکه با اوجه به صدها مراکز است اگر این را یک ارزیابی بکنید دقیقا که ما کتابایی که روان کردیم به اساس هم ارزیابی دقیق که پلان عمل ریاست عملیات صحوی به ما داده ما مطابق از او فرستادیم که کدام اشکال از نظر ما نداره یعنی اختلافی که در میان کمیشنران شکل گرفته پس برخواسته از چیز آخرش ببینید ما فکر میکنیم این دیدگاه ها در کارهای کمیسیون کار طبیعی است و این اختلاف دیدگاه است اختلاف نظریات است ولی تصمیم کمیسیون یعنی بیانگر خودکامگی یا چند دستگی در میان اعضای کمیسیون بوده نمیتونه؟ نه خیر در بخش دیگه تا چی اندازه روند شما برای رسیدگی به اون نامزدایی که نامشان حذف شده بگونی خوب به پیش میره شما چی طرز عمل را ساختین که پاسخ بدین به اون نامزدانی که تا فعلا در فهرست ابتدایی نامشان نشر نشده ببینید ما هم پیشتر را عرض کردم که مواردی که مطابق قانون انتخابات و طرز عمل هایی که از طریق کمیسیون تصویب شده مطابق از او چهارچوکات جور کردیم هم از هاردش و هم سافتش اون دوستایی که اسناد خود را ارائه کردن و متاسفانه به اعتنایی کردن به بعضی مسائل و حذف شدن در هارد کاپی مشکل جدی نخواهد داشتن میتونن که شکایت بکنن مطابق قانون دو روز حق دارن به کمیسیون شکایت مراجعه بکنن و عریضه خود درج بکنن و ادعا بکنن کمیسیون شکایت اسنادشان ارزیابی میکنن اگر حقشان واقعا تلف شده بود طبیعتا که کمیسیون شکایت فیصله میکنه دوباره میان و شامل لیست میشن ولی اگر نبودن طبیعتا که از لیست حذف میشه مسئله سیستم الکترونیکی ما یا همو سیستم ما که بعضی چیزا رو قبول میکنه که تکراری بود یا تکرار با خود بود یا تکرار از حوزه های دیگه بود این طبعا که کمیسیون شکایت هم بررسی بکنه او بسیار دقیق است شاید دوباره همشون در مورد هماهنگیتان با کمیسیون شکایت بگوین فراموش نکنیم که کمیسیون شکایت بیشتر از کمیسیون فعال نبوده حتی دفاتر ولایتیش بگونی درست تا فعلا فعال نشده فعال نبودن بسیار خوب کمیسیون شکایت روی کار شما چقدر تاثیر داره خب دیگه شکی نیست که ما نگران هستیم و همین قسمی که یک روز دو روز ما تاخیر کردیم اگر امی تاخیر اوجا هم صورت بگیره و ارزیابی دقیق در وقت و زمانش نشه و کمیسیون شکایت با وقت با ما امی نتایج امی شکایتی که مردم شکایت میکنه و کاندیدای حذف و دیگه مردمایی که علیهشان شکایت میکنه اگر با ما وقت و زمان نرسه ما نگران هستیم که با وقت و زمان نتونیم هم هنگیتان با این نهادم چگونه است اما هنگی بد نیست ما رابطه خوب داریم با ایشان موضوع دیگه ای است که یگانه نامزد احتمالی سکه افغانستان
پاکستان دیروز در حمله این طوری در جلال آباد جان باخت. حالا زمان به ثبت نام نامزدان به پایان رسیده. کمیسیون در این زمینه چی تدبیر داره و چی خواد کرد؟ خب ما در شروع تسلط میگیم واقعا جگرخون شدیم که کاش امیتر نپیشت، ولی متاسفانه که از دست دادیم یک نفری که کاندید بود و ما هم خوش بودیم که از قومی که مردم افغانستان هستند بالاخره به رای ولسی جرگه پیدا کنه. کمیسیون این موضوع همین روز هم در جلسه مطرح کرد، بحث کردیم و هیچگاه کمیسیون فیصله نخواهد کرد که حقوق این مردم ضایع شود. طبعا که یک حالتی را با یا یک تقویم علایده را اعلان خواهد کرد در این روزا، ولی بعد از یک بحث تکنیکی که یا بتوانند استثناء بیان، چون یک حوزه مستقل است، بیا اگر دو سه نفر کاندید میداد شاید همین کارا نمیکردیم، ولی چون هیچ کاندید نداره شاید استثناء باش قائل شویم که یک چند روزی محدود برشان اعلان بکنیم تا به خاطر ثبت نام مراجعه بکنن همون کسایی که میخواین. شمی موضوع دیگه از هرات است که دفتر ولایتی تان از مداخله برخ زورمندان نگرانی کرده و کوتا هم در این زمینه بگوین با تأخیری که در تقویم انتخابات رخ میده کمیسیون انتخابات در 28 میزان برگزار خواهد کرد. خب بسیار مختصر اگر بگویم امی یک روز دو روز اگر به تعویق مفته، ما کار کمیسیون اضافه میسازه، ما باید ظرفیت بالا ببریم، کار شبانه روزی بکنیم تا به 28 میزان برسیم. یک مسئله و هیچگاه سر 28 میزان انشاءالله تاثیر بد نمیکنه، چون کمیسیون مصمم است که همون انتخابات در 28 میزان انشاءالله دایر کنه. مسئله هرات شما یاد کردین، بر ما رسما کدام چیزی طوال نامده، ولی هدایت صریح رئیس دولت همی است که هر کسی که مداخله در امور انتخابات بکنه همون روز از وظیفه دور میشه. همی که به ما برسه ما با مقام رئیس جمهوری شریک میکنیم که حکومتش یا مسئولین مربوطش در کارهای ما مداخله کنه، طبعا که حکومت تصمیم قاطع خود. سپاسگزاری میکنم آقای سید حفیظ الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات. از شما سپاسگزارم و ادامه برنامه انتخابات هم تا لحظات بعد. سلام، خوش آمدید بیننده عزیز. در این بخش آقای فهیم دشتی روزنامه‌نگار و آقای یوسف رشید مسئول اجرایی نهاد فیفا در استودیو با من هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، سپاسگزاری میکنم از حضور شما در ترو نیوز. آقای دشتی بحث را با شما آغاز میکنم. میخواهیم ارزیابی شما را از چگونگی نشر فهرست ابتدایی نامزدان از سوی کمیسیون داشته باشم. این روند را شما چگونه ارزیابی گرفتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنیم. مکلفیت کمیسیون بوده که لیست اعلام بکنه، بررسی بکنند. در مورد بررسیهایشان شکایت وجود داره، یک تعداد از کسانی که نامزد بودن شکایت دارند و این شکایت ها باید پاسخ سریع و واضح داده شود. فکر میکنم از این بیشتر چیز نداره. ولی آقای دشتی، این روند از لحاظ تکنیکی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ فراموش نکنیم که این روند با توجه به تقسیم اوقاتی که کمیسیون ساخته بود با تاخیر اعلام شد. اگه تو انتظار داشته باشیم که همین کمیسیونی که با همه خدر مشکل جور شد و کمیسیونی که زیر نظارت مستقیم و دخالت مستقیم رئیس جمهور است، این میتونه که همین کارها را کلش با حسن صورت انجام بده، این انتظار یک انتظار بی جای است. سپاسگزار است. آقای رشید، در این زمینه ما میخواهیم دیدگاه نهاد شما را هم داشته باشیم و دیدگاه خود شما را. آقای رشید، شما چگونه ارزیابی میکنید عملکرد کمیسیون در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه؟ تشکر. سلام به شما، سلام داشتی سر و بینندگان محترم تلویزیون. خب کمیسیون تا حال به اساس تقویم انتخاباتی مرحله ثبت نام رایدهگان بود که هنوز هم چند روزش باقی مانده و تکمیل نشده. مرحله دوم ثبت نام نامزدان انتخاباتی بود که در اونجا هم بعضی مشکلات چالش ها داشتم تا پروسه تکمیل شد. و مرحله سومی بود که بالاخره اینها لست ابتدایی نامزدان اعلان بکنه به اساس تقویم. چیزی که در این بحث مهم است، یکی چگونگی کار کمیسیون از در قسمت بررسی اسناد کاندیدا، دومی که تا چه حد اینها تانستن به اساس پلان و موادی که اینها مشخص کرده بودن این فهرست اعلان بکنن، سومی که چقدر این هماهنگی داره با نهادهای دیگه و شفافیت پروسه است برای ما که بسیار مهم است. متاسفانه در قسمت رعایت تقویم کمیسیون مستقل انتخابات عقب مانده، نتانستن به تاریخ 7 سرطان قسمی که وعده کرده بودن هم فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را و هم شورای ولسی مدیر اعلان بکنن. اینها به شکل تدریجی فقط روز اول 7 تا و بعدا تا
امروز که ما دیدم تا 22 ولایت رسیده بود برای ولسی جرگه، اما شورای ولسوالی هنوز هیچ ولسوالی لا نشده. بنا نشانده از این است که رعایت تقنین انتخابات یک چالش جدی است و که مثل مسابقات انتخابات متاسفانه در یعنی متفاوت با کمیسیون گذشته که اونها بسیار کوشش میکنن که حداقل تقنین انتخابات مراعات بکنن، اینها در این قسمت ناکام هستند. دوم، بحث شفافیت از پروسه است. بر اساس حکم قانون انتخاباتی است که جلسات کمیسیون در قسمت بررسی اسناد کاندیدان باید علنی باشه. او را نگفتن که کمیسیون تصدیق بکنه او را علنی بکنه. ما فقط برای یک جلسه خواسته شدیم هفته گذشته روز پنجشنبه برای یک ساعت که کمیسیون فقط تصدیق میکردن، یعنی کدام بحث نبود که اونها بیان اسناد کاندیدار رو بررسی بکنن، میارهایی که برشان قبول کرده بودن و یک به یک چک بکنن و ما هم از او اطمینان حاصل بکنیم که واقعا دیگه کدام بحث گفتگویی که ما داشتم با آقای هاشمی در این زمینه پرداخت و گفت که این روند را با نهادهای ناظر و جامعه جهانی در میان گذاشتن، یعنی این روند که با دید مردم باید باشه و از نظر صورت بگیره از دید شما قابل قبول نبوده. خب ما بحث تفاهم و همکاری در این بیز شما میبینیم. ای کاش که هاشمی صاحب پیش از ما جداگانه بحث نمیکرد، امروز اینجا مشترک نمیشتیم و بحث میکردیم که واضح میشد برای مردم. ما گفتیم که روز پنجشنبه هفته گذشته دعوت شدیم، ساعت 2 بجه یک ساعت یک جلسه بود و اونجا فقط از متن پروسه برای ما گفتن که با کدام شکل پیش رفته، شکلیات پروسه برای ما واضح شد، ولی از محتوای پروسه ما خبر نداریم. بلا ما نمیتونیم که او رو برای مردم اطمینان بدیم که واقعا اونجا پروسه شفاف بوده. و اینجا این یک انتخاب نیست که کمیسیون انتخاب کردن یا ما انتخاب بکنیم. در اونجا واضح قانون گفته که جلسات بررسی اسناد کاندیدان باید علنی باشه. سپس آقای دشتی، مهمترین است که کمیسیون، پیشتر شما در موردش گفتین که به انتظار بیشتر ازش نباید داشته باشیم، ولی کمیسیون تقسیم اوقات تعیین کرده و انتخابات در 28 میزان قرار است برگزار بکنه، با می وضعیت به کجا میره؟ در غزنی هم برگزار میکنه در 28 میزان. امروز کمیسیون نظارت از قانون اساسی گفت که تصمیم کمیسیون انتخابات در رابطه با حوزه بندی غزنی خلاف قانون اساسی است. چند روز پیشتر مجلس نمایندگان در این مورد بحث داشت. چرا کمیسیون کار میکنه که اقوام به جان یکدیگه مندازن؟ اینمی تصمیم از کجا میشه؟ اینمی تصمیم منطقش بر کجاست؟ اصولش بر کجاست؟ و مبنایش از کجاست؟ وقتی یک کمیسیون اینمی قدر یک مسئله را نمیتونه فیصله کنه و شما از او انتظار داشته باشین که اگر انتخابات برگزار بکنه که او انتخابات مورد قبول مردم باشه، دقیقا این انتظار درست نیست. پس چی میشه آقای دشتی؟ چند نفر که گردانندگی نظام در اختیار دارن با مو سلیقه خود انتخابات برگزار میکنن. اما آقای دشتی، وقتی کمیسیون داد از استقلالیت میزنه و هر نوع مداخله را به کار خود رد میکنه، این دیگه از موقف کمیسیون چی را میرسه؟ پیشتر آقای هاشمی گفت که هر کسی که مداخله بکنه ما با رئیس جمهور شکایت میکنیم، رئیس جمهور برکنارش میکنه. رئیس جمهور که مداخله میکنه چطور میشه؟ برو که برکنار میکنه، کی جلوی مداخلهش میگیره؟ مگر شما خبر ندادین که رئیس جمهور به کمیشنرها گفته که اگر این کار نمیکنین استعفا بدین؟ یادتان رفته؟ حالا این چیزایی است که بدبختانه ما در این مملکت داریم. پس با می وضعیت چی خواهد شد آقای دشتی؟ مهمی است که مردم افغانستان بفهمند که انتخابات پیش رو چگونه انتخابات میتونه باشه. اگر انتخابات خوب بدون شک نخواهد بود و ای اول ناشی میشه از مداخله های حکومت در کار کمیسیون میکنه. تو کمیسیون تا بال رئیس دارالانشا نداره، شما خبر داری؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی هنوز نتونسته دفتر ولایتی خود باز بکنه، شما خبر داری؟ وقتی وضعیت بینیمی شکل است، ما باید چی انتظار داشته باشیم؟ انتظار داشته باشیم که یک انتخابات بسیار شفاف، عادلانه، دموکراتیک برگزار شود. حالا اگر مردم این انتظار دارن یا ندارن یا به شکل دیگه فکر میکنن جدای مسئله، ولی حقیقت قضیه خامیست. ولی آقای دشتی، در مورد نداشتن مثلا رئیس دبیرخانه، کمیسیون گفته که کار این نهاد پیش میره و بودن نبودن رئیس بسیار تاثیر گذار. اگر کمیشنرا نباشن هم کار نهاد پیش میره. خب رئیس جمهور یک دو نفر رو موظف میسازه که نظارت بکنین، هم کسای دیگه کار میکنن، کار شد پیش میره. این است که هم ریاست جمهوری هم کمیسیون مداخله در کار یکدیگر رد میکنن. او کسی میگه که من کار غیر قانونی نامش رو میکنم، کسی اعترافی رو میکنه؟ این صداقت وجود داره در این مملکت؟ در جای دنیا وجود نداره، در این مملکت هیچ وجود نداره. سپاسگزاری میکنم آقای دشتی. آقای رشید، حالا وقتی که این روند به گفته شما یک روند خودکام است و شما نظارت ندارین، پیامد این کار چیست؟ مثلا همین اسناد نامزدها وقتی که بدون نظارت نهادهای مختلف ارزیابی میشه، این کار چی پیامد داره؟ ببینین،
پروسه انتخابات یک پروسه نیست که ما محدود و محصور بسازیم رو به یک نهاد و به یک ساختار و به یک طیف مشخص جامعه. پروسه انتخابات یک پروسه ملی است. هر نهاد، هر ساختار در اونجا نقش خود داره، مطبوعات صاحب خود داره، احزاب سیاسی نه نقش خود دارن، جامعه مدنی و بالاخره همه قسم حکومت، جامعه جهانی که مثل مزق انتخابات، که مثل شکایت انتخاباتی. امروز بیاین پیمانده زیر ببینیم. لست ابتدایی کاندیدان به تاریخ 7 سرطان اعلان نشد و دیرتر شد. شما در اونجا 2 روز قید کردیم برای کمیسیون شکایت انتخاباتی که بیاین با شما اعتراضات بگیرین. خب اخو برای زمان امو پلان شده. حال این به شکل تدریجی اعلان میشه. بالاخره تکلیف کمیسیون شکایت انتخاباتی چی میشه؟ آیا بازو هم مثل کمیسیون انتخابات وره برای خود یک دوره زمانی مشخص رو باز خودشان تعریف میکنن که برای 10 روز ما باز اعتراضات میگیریم؟ خو نشد بالاخره تقویم انتخاباتی دیگه نقص شد. تقویم انتخاباتی یک سلسله است، یک تعریف است، یک پلان و برنامه است. آقای رشید، همین تقویم نقصش از کجا شروع شد؟ شما نظارتتان چی رو نشان داد؟ از یک جایی یک کار آغازگر این نقص شد، اما کجاست؟ از بی برنامگی، از عدم آمادگی درست، از عدم هماهنگی، از عدم شناسایی ولایت ها. اینی موارد است که بالاخره امروز تاثیرگذار است. پس اگر برنامه وجود نداشت تقویم چگونه ساخته شد؟ شما اگر مثلا صرفا زمان مشخص میکنین، از لحاظ تکنیکی شما آمادگی خود، فرصت هایی که موجود است، امکاناتی که موجود است، پلان و راهکارهایی که موجود است، اون مطالعه کنین. پس این پلان عملیاتی که ازش سخن گفته میشه و در هر انتخابات به گونه کار اساسی رو پلان میکنه، این بار چگونه میبینین؟ شما از کمیسیون مزق انتخابات بپرسین که حداقل برای بررسی اسناد کنندگان کدام طرز عمل دارن، کدام شیوه کار موجود است که چه قسم اسناد دریافت بکنن، کی مسئولیت داره، کدام کار رو در مرحله اول انجام بدن، کدام کار مرحله دوم صورت بگیره، نقش دیپارتمنت ها چگونه است. ما هفته گذشته روز یکشنبه که پیش از اینکه لست اعلان شد با کمیسیون جلسه داشتیم، برش تمام تشویش ها و نگرانی ها پیشنهاد خود برشان گفتیم، از علنی بودن جلسه برشان تاکید کردیم، گیر قانون حکم میکنه، بر نظارتش، بر شفافیتش ایره کلش از صحبت کردیم. برای ما وعده داده شد که بالاخره در جلسات علنی شما خواسته میشن. چیزی که جریان داشت برای ما گفتن که این مرحله دستبندی است، گفتیم که بساس کلام طرز عمل وجود نداشت. بنابراین در این قسمت ما تردید داریم که کمیسیون مستقل انتخابات با نامادگی درست و ناکافی برای طرف انتخابات پیش میره. با گفتم که در هر مرحله کار شما ریسک دارین، بحران دارین، تهدید دارین، ولی بردبندی هیچ برنامه ندارین. سپاسگزارم. شما آقای رشید، آقای دشتی، مشخص کارکرد کمیسیون شکایت هم میخوایم در موردش تحلیل شما رو داشته باشم. از این نهاد جایگاه و کارکرد شما چی تحلیل دارین؟ جایگاهش یک پیشتر عرض کردم، بدبختانه به اساس سلیقه‌ای که اعمال شده کمیسیون استقلالیت نداره و یک کمیسیونی که استقلالیت نداره معلومدار نتیجه کارش هم چیزی نیست که مردم انتظار می داشته باشه. چگونگی کار کردش خوب از برای خبرها و گزارش ها و تبصره ها می شنوید. شکایت شدید وجود داره. می آین بررسی می کنن اسناد کاندیدا را، نیازهای ناظر وجود نداره. خوب یک کاسه زیر از این نیم کاسه است که چنین میشه. در غیر از او اگر کار شفاف است و کمیسیون مستقل عمل میکنه، خب چرا چنین میشه؟ شما پیشتر سوال کردین که 2 روز 3 روز به پایان برنامه ثبت نام مانده، 90 تا کتاب استیکر روان کردم به جلال آباد. این تصمیم از کجا گرفته میشه؟ چرا این رقم تصمیم گرفته میشه؟ معنایش این است که در کار کمیسیون ضعف بسیار شدید وجود داره. یک مقدار از این ناشی از ضعف کمیشنرها میشه، کسایی که برمان کمیشنر آمده کلشان نمیگه، یک مقدار دیگه مداخله سریع حکومت. ولی در مورد کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع چگونه است؟ ما کمیسیون شکایت انتخاباتی که تا هنوز هیچ چیزی از کمیسیون انتخابات شکایتی کسی نشنیده. ما پیشتر عرض کردیم که دفاتر ولایتیش تا هنوز ایجاد نشده. حالا وقت شکایت در غور وجود داره، یعنی شکایت کی رسیدگی میکنه؟ در نورستان کی رسیدگی میکنه به می شکایت؟ حالا خب وقت شکایت به اساس تقویم تیر شده، ولی گیریم که حالا این شکایت ها بررسی شد و نمیدید که کی بررسی میکنه. خب یا تمام از یار میارن به کابل و 4-5 نفر که در کمیسیون شکایت نشستن اینا بررسی میکنن، باز از توانشان بالا میشه، بازی به تاخیر میفته، باز به تعویق میفته، با سر صدا بالا میکنن، نارضایتی به وجود میاد. آقای دشتی، کمکاری و بسیار فعال نبودن کمیسیون شکایت انتخاباتی در این مقطع چی پیامد داره با آینده؟ بدون شک کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از 2 بال است که با این انتخابات باید پرواز کنه. وقتی یک بال فلج است یا حداقل یک قسمت زیاد از این بال فلج است و یک 2 تا پرش کار میکنه، کار با نتیجه نمیرسه. سپاسگزارم. به
این بحث را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. بیننده عزیز، ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید. باز هم خوش آمدید آقای رشید. موضوع دیگر اعلام نشدن فهرست نامزدان شورای ولسوالی ها است. وقتی کمیسیون در مورد نامزدان مجلس تأخیر داشت، فکر میکنید که شورای ولسوالی ها را میتونه حداقل زود اعلام بکنه؟ من به این باور هستم که او بیشتر وقت در بر میگیره، چرا که یکی خو مسئله انتقالش هست، جمهوری و بالاخره چکدنش به سطح ولایت هست و بعد از به کابل میاد. در کابل هم اگر اینها چشم پتو را تصویب میکنن و بحث جداست. اگر واقعا میخوان که او را از یک فلتر دیگه هم او را ببینن و بررسی بکنن، او هم وقت گیر میشه. من طرفدار فشار نیستم، به خاطر اینکه نال متاسفانه که هم سرعت عمل موجود نیست و هم دقت. شما میبینید که دیروز در صفحات اجتماعی بالاخره دست به دست میشد یکی از کسایی که خود بر شورای ولسوالی بگرامی کاندید شده بود، ولی او در لست ولسی جگه آمده بود. من فکر میکنم که شاید شوخی مذاق باشه، ولی امروز از طریق همکارای شما خبر شدن که او گپ راست بود. بنان در اینجا دقت هم یک مشکل جدی است. ما امیدوار هستم که حالا که میسیم مستقل انتخابات از سرعت عمل خوب باقی مانده، ولی دقت قربانی سرعت نسازن که کم درست رشید. چک بکنن. مهمی است که کمیسیون هم باید دقت بکنه و هم سرعت باید در نظر بگیره و هم زمان در نظر داشته باشه. این می ظرفیت در کمیسیون وجود داره؟ اگر سرعت وجود نباشه، امروز ما از کمیسیون نمیخواستم که همین سرعت خوب از سرعت باقی ماندن، ولی دقت قربانی سرعت نسازن که متاسفانه در دو صحت در دو بخش ما مشکل پیدا نکنه. من فکر نمیکنم که کمیسیون بین بد و بدترین دیگه قرار گرفته. آقای رشید، اگر سرعت بده کار دقت از بین بره، خب فردا پیامدش معلوم است. و اگر سرعت نبخشه کار و دقت در نظر بگیره، باز برگزاری انتخابات خود به تاخیر است. چیزی که من پیشنهاد میکنم برای کمیسیون مستقل انتخابات، امروز وقت است اینها یک بار دیگر امرای کمیسیون شکایت انتخاباتی بشینن، تقویم انتخاباتی رو تعدیل بکنن که امو اصلاح شوه، همین پراگندی رو بالاخره گپش خلاص بکنن. و باز هم تاکید میکنم که اینها ظرفیت های خود بالاخره امکانات و اقدامات همیشه بر توازن ببخشن. ما نمیشه که بیان تاریخ ها رو امو تهوایی در یک پلان پرتیم، ولی بعدا باز ببین که ولاد اینجا مشکلات تکنیکی بود، اینجا مشکلات لوجستیکی بود، یا تایره وزیر دفاع در جنگ مصروف بود، اینجا فلان بود فلان بود، نمیشه. همانگی یک بحث کلان در مدیریت است. اگر اینها همانگی نداشته باشن، چه در سطح داخلی و چه در سطح بیرون با نهادهای همکار، بس نمیست که شما هر روز بازگر انتقاد بکنین از داخل، یک کمیسیون با کمیسیون دیگه بالاخره در پرخاش باشه. و من بحث دیروز هم تعقیب کردم در اینجا، و این شانده از است که امروز کمیسیون شکایت خوبتی از وضعیت بسیار ناراض است. یک طرف اونها دفاتر ولایتی کمیسیونشان استخدام نشد، از طرف دیگه این طرف کمیسیون انتخابات تقریبا مراعات نمیکنه. بالاخره این تاثیراتش سر کل پروسه به وجود میاد، بخصوص قسمت اصلی کار که بعد از این کار کمیسیون شکایت انتخاباتی است که اعتراضات باید رسیدگی بکنن، بر شکایت بپردازن، و این بحث ساده نیست. آقای دشتی پیشتر گفت که نقش کمیسیون همون گونه است مثل یک باله که در کنار بال دیگه کمیسیون انتخابات یعنی پرواز به تشبیه که داشتم، ولی با می وضعیت کمیسیون شکایت داره پیمده می کار چیست آقای رشید؟ من زیاد خوشبین به خاطر نیستم که از یک طرف شما برای پروسه آماده نیستیم، دیگه کارتان متاثر میشه از اینمی عدم رعایت تقویم. و جانب دیگه مثلا شما گاهی همه برای مردم نمیتونید، و بحث جدی بسیاری است که وقت کم بر دریافت اعتراضات است. در اینجا بسیار ما درد میگیره که بالاخره وقتی یک کس نمیفهمه، مشکل پیدا میکنه، برش پیشنهاد میکنه، راه حل برش نشان میتی، باز وقت که اونم نایده میگیره اگنور میکنه، باز او آدم دردش میکنه و باز پس اون دیگه که میکنه دیگه همون چیزی است که شما تشویش داشته باشین، و او بالاخره همون حقیقت به حقیقت میپیونده. ما در این قسمت بسیار درد میبینیم که خوب که میسن انتخابات شما نوستین، تجربه ندارین، ظرفیت تکنیکی دانشگاه مشکل داره، رئیس دانشگاهتون نیست، معاون عملیاتیش نیست، خود ما امرتون بوزو هستیم، همکار هستیم، سیز بر شفافیت کار میکنیم، ولی براتون پیشنهاد طرح میتیم، بوزور شما من نظر نمیگیره. یعنی شما میگین که کمیسیون بسیار انتخاب پذیر هم نیست، برای حل هم گوش نمیکنه. ما در این روزها چهار نماینده ای که برای مطبوعات اینها گرفتن، غیر اینها فقط میگن که انتقاد میکنه، راه حل نیست. بیا بیش یک کمیشنر تا رئیس تا بخواید بس بیش نکنم برش بویم که در کدام قسمت انتخاب کنیم که رای حال برد مطرح نکنیم. سپاس کسر سمان خواهی رشید. آقای دشتی، با توجه به این بحث را تا اینجا داشتیم و موضوع را که آقای رشید اشاره کرد، شما نیاز به تغییر در تقویم انتخابات و مشخص روز برگزاری انتخابات میبینیم؟ رشید صاحب کمتولی را در یاد بقال نتی، چهار سال با تاخیر انداختنش بس است. حالا میره کمی بگوین باز یک ماه دیگه با تاخیر میندازن، باز زمستان میشه، باز میمونه انتخابات این سال. حالا اول یک کار نمیکردن،
کار کردن بیان دیگه تا آخر برسانن. یک نقطه را که آقای رشید اشاره کرد بسیار نقطه مهم است. شما امی میزان آگاهی ما را ببینین چقدر است. اگر می رسانه ها در این مورد آگاهی رس اطلاع رسانی نکنن و ایر ما بگذاریم به اونمو سه دانه پوستر را که کمیسیون انتخابات نصب کرده یا دو دانه کلپ را که جور کرده نشر میکنه، مردم خبر میشن که گپ چی است. خب تمام از این ظرفیت کم نشان میده، ظرفیت پایین نشان میده. ما به عنوان یک شهروند مسئول اگر ما در جای از اینا می بودیم سنگ رک زور آدم نرسید، آدم ماش میکنه به زمین میمونه، استعفا میدادن میرفتن پشت کار شده، کسایی میامد که میکار تواناییش میداد. پس خواهی داشتی مشخص در مورد تقویم امین وضعیت چی خواد کرد؟ تقویم تغییر باید بکنه یا نبکنه؟ کل آخر دار بگذارن میگذارن. خب ما فکر نمی کنم تقویم تغییر بده. خواهی داشتی مهمی است که انتخابات گذشته اعتماد مردم از این روند دموکراسی و مردم سالاری دور برد. حالا اینمی انتخابات هم جامعه جهانی هم مردم افغانستان و هر کسی که ناظر است یک امتحان میدانند که یک بار دیگه اعتماد مردم جلب شود. با این وضعیت وقتی که شما میگین یک قلوخه در آب بانن اینا بگذرن، فکر نمیکنین اگر پیامد این انتخابات خراب بود دیگه در سالهای سال افغان حاضر نخواهد شد در انتخابات شرکت بکنه؟ یک قسمت کلان از این برمیگرده به مسئولیت همی رهبرهای حکومت وحدت ملی. یکی از وعده های اساسیشان و یکی از توافقات که در ایجاد حکومت وحدت ملی داشتن همی بود که اصلاح شو انتخابات تا هم اعتماد دوباره بر بگرد. این اصلاح با این که ما بیایم لکس نکتایی بذارم در پشت میکروفون استاد شویم و بگوییم که والله این انتخابات ما اصلاح میکنیم، به این نمیشه. به چیغ زدن های رک رئیس جمهور میکنه، به او هم اصلاح نمیشه. این اصلاح ضرورت به برنامه داشت که بعد باختانه حکومت وحدت ملی برنامه رو نتونست تنظیم بکنه. و حال ما در جایی رسیدیم که با یک بهمون گفته شما باید بعد بدتر باید انتخاب کنیم، مجبور هستیم بعد انتخاب. ولی پیامدش باز براینده افغانستان مالندار پیامدش خوب نیست. مالندار پیامدش بعد است. هر قدر که اعتماد مردم به پروسه های دموکراتیک صدمه میبینه، اونم قدر را این دیزی مملکت با مشکل مواجه میشه. مردم چی مجبوریت دارن که در پروسه به گفته شما به صحبت برن اشتراک بکنن؟ نیاز مردم چی است؟ چرا مردم یک انتخابات خوب نداشته باشن؟ شما یقین داشته باشین که اشتراک را که انتظار میره مردم نمیکنه. این که صندوق ها را پر کنن باز بگن 8 میلیون آدم آمد رای داد مثل از انتخابات پیشتر و گپ علایده است. ولی اگر شما انتظار داشته باشین که مردم میان با یک در یک سطح بسیار وسیع و گسترده اشتراک میکنن، اشتراک نمیکنن با هم چیزایی رک میبینن. اما چگونه میشه که این روند بهتر شود؟ قاید داشتیم من فکر میکنم که حال فرصت بهتر شدنش از دست رفته، مجبور هستیم با همی بده که شما میگین بین بد و بدتر این بده کتیش بسازیم. سپاسگزار هستم. آقای رشید در بخش دیگر در موارد تکنیکی کمیسیون با چی برخورد میتونه مشکلات حل بسازه؟ خب در قسمت اصلاح یا تعدیل تقریبا هدف این بود که تاریخ انتخابات تغییر نمیده. ما فقط دو سه مرحله که مس شده تا بالا، مثلا ما کمیسیون رسانه ها را به اساس تقویم باید 6 سور ایجاد میکردیم، یعنی یک ماه قبل از پروسه ثبت نام نامزدان انتخاباتی باید ایجاد میشه تا بال نشده و حداقل مو اصلاح شود. یا این بحث لست است که اعلان بشه. خب اگر 5 روز با تقویم میشه میخواد تقویم اصلاح بکنن که میکروسش کار انتخاباتی کار خود بفهمه که بالاخره امی اعتراضات چی وقت بیگر از کدام ولایت با کدام میکنه و آگاهی ما برای مردم بتن. اگر این لست بدون آگاهی ما اعلان میشه و مردم خبر نداره، صرفا در وبسایت اعلان میشه، چه قسم این دفاتر ولایتی شون برای مردم دیگه همگانی میسازن؟ مطبوعات تا چه حد میتونن کمکاری بکنن که حداقل این پروسه اعتراضات یک پروسه هم شمول و فراگیر باشه، نه اینکه در سطح وبسایت و شهرها و کسایی که دسترسی دارن و علاقمند موضوع هستن. در قسمت مسائل تکنیکی فکر میکنم که ما وضعیت رو باید کنترل بگیریم. ولی چیزی که برای ما بسیار قابل نگرانی است که وضعیت از کنترل آیسته خارج میشه. کاندید برای خود میره که میسون شکایت انتخاباتی در جای خود قرار داره، شکایت خود داره که میسون انتخابات در مشکلات خود غرق است. حکومت افغانستان هم فقط داره فعلا ناظر و سیلبین سن است. بعد از او حادثه که بین که میسون انتخابات و حکومت به وجود آمد که مسئله تهدید یا بود، حالا فکر میکنه که رابطه اصلا این بین که میسون شکل داده قایرشت. خب در این قسمت محور اصلی که میسون مستقل انتخابات است، که میسون است که بالاخره امی نطفه انتخابات ایجاد کرده و مدیریت میکنه. ما در یک بخش کار است من حیث نظارت کننده، یک جای بخش که حکومت است که باید حمایت بکنه، یک جای دیگه بخش مطبوعات است که بالاخره برای اطلاع رسانی و برای شفافیت پروسه کار بکنه. اون طرف اعضای سیاسی سن اول فعلا که بخیر در یک حاشیه قرار گرفتن و ما اصلا نمیفهمم که چرا می اعضای سیاسی در پروسه دخیل نیستن اگر بحث تغییر سیستم که نشد، ولی بخش های دیگه است که اعضای سیاسی باید نقش داشته باشن. آقای دشتی یا آقای رشید یک موضوع هم تازه اشاره کرد، گفت هر کس هر طرف روان است. حالا مثلا کسایی هم است که تازه خود را نامزد احتمالی هستن از میال فرض کمپایناش رو و گپای دیگه که حتی پوسترها بند شده، این مشکلات وجود داره.
در بخش دیگر موضوع احزاب اشاره کرد. احزاب چند روز گرد آمد، گفت که نظام انتخابات تغییر بده، سیستم انتخابات به ما تغییر بده که صدایشان نبنگنه و گفت که شنیده نمیشه. حالا میگه در بخش های دیگه هم که قانون و گفتی آقای رشید بر احزاب حق داده، در اون بخش هم احزاب چپ هستن. این مسئولیت ها چگونه باید تفکیک شوه یا فهمانده شوه و پذیرفته شوه، هر کس کار خود بفهمه؟ عالی، موضوعات را که اشاره کنم به این معنی نیست که مسئولیت کمیسیون انتخاباتی رفع شوه یا این کمیسیون تبرئه شوه یا رئیس جمهور با مداخله هایی که میکنه او تبرئه شوه، به این معنی نیست. ولی در برخی موارد ساختارها یا نهادهای دیگه هم که دخیل هستند در این پروسه کار خود به درستی انجام ندادند. ما در بحث خواستی را که عذاب داشتن که انتخابات سیستمش تغییر بخوره، این خواست بسیار نوخت بود. این میتونستن در 3 سال گذشته پیگیری بکنن، به نتیجه برسانن. شما 2 ماه پیش از اینکه انتخابات برگزار میشه میان میگن سیستمش تغییر بخوره، با همین سیستم نمیتونن اینا برگزار کنن انتخابات. بند ماندن گفتی مردم میره که شما سیستمش تغییر بدین، خدا 5 سال دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. مشکل همیز که ما نهادهای ما یا هم ساختارهایی که دخیل هستن به گونه گسترده کار خود به درستی انجام ندادن. ما مثلا یک انتظاره که داریم از نهادهای ناظر امیز که این خلاها را و این مشکلات را میگن پیوسته بگوین، دوامدار بگوین، گسترده تر بگوین، به گوش بیشتر مردم برسانن، تا ای که مردم صدایشان بلند شد و فشار بیار روی ازی کمیسیون و از طریق ازی کمیسیون روی حکومت وحدت ملی. فهمشان در مورد این که هر کس هر چی میخواهد در انتخابات انجام میده، چگونه یک جمع شوه همگی و در یک محور کار بکنند؟ ما فکر میکنم که توان کمیسیون از توان ازی کمیسیون بالاست، چون از اول نتانسته که درست برنامه ریزی بکنه و برنامه های خود درست تطبیق بکنه. حال کار به جای رسیده که مثل که یک وقتای کاغل تر میکردیم با بامو، او که زیاد میشد بازی طرف شک میگرفتی، نزو طرف از کاسه سر میکرد، این طرف شک میگرفتی، نزو طرف سر میکرد، حال کار می رقمی شد از پیش کمی. سپاسگزار هستم. واقعی رشید، ما میخوایم که پیشنهاد شما رو بر بهبود حداقل در روند ثبت شکایات و همچنان نشر فهرست نامزدان مجلس و شورای ولسوالی داشته باشیم. یک بحث که پیش به سوال شما بسیار مهم از این است که حکومت افغانستان دیگه بحث رئیس دانشگاه رو باید نهایی بسازن. اینها یک لیست که برای یک تیم فوتبال یعنی کافی است. در قانون 3 نفر گفتن، اما لیست 13 نفر رو کمتر روزه گرفتن که فکر می‌کنم یک گروپ خوب برای فوتبال هم هستن. حداقل هم یا جرامت بکنه یک نفر از بین زبان انتخاب بکنه که رئیس دارونشا بیه، که حداقل پای که میسونه از بحث اجرات خلاص شد. بحث شکایت و بازم بحث کمیسیون شکایت انتخاباتی صدا میکنم که اگر کمیسیون انتخابات این ظرفیت نداره خودشون برن بحث ما هم بسازن. آقای رشید، فرصت تمام است و پایان برنامه انتخابات. شب روز بخیر، خدا نگهدار.